بسم الله الرحمن الرحیم. اسم برند یعنی چی؟ اسم برند یا نمانام که فارسیش میشه، البته بر اساس فرهنگستان ادبیات لغت و اینجور چیزایی که میگن، و یا اینکه خارجی‌ها بهش میگن مارک، بعضی‌ها میگن برند، شکل‌های مختلف شناخته میشه. این یعنی چی؟ وقتی باید فنی هم با شما ارتباط میگیره میگه اسم برندتون رو به من بگین، منظورش چیه؟ منظور اینه که یک اسمی باید ایجاد کنید یا انتخاب کنید که شاخصه شما باشه، مثل اسم شهرت یا اسامی مشابه که انتخاب میشه. هدف چیه؟ شما هر محصولی کار میکنین، به من کسی میگه من ماکارونی فلان شرکت رو کار میکنم، من محصول فلان شرکت رو کار میکنم، حالا باید اسم برند اون شرکت رو بذارم یا اسم خودم؟ اسم خاص خودتون رو باید بذارید. این اسم برای اینه که در طی زمان شما با اون برند شناخته بشین، چون یه سری فعالیت تجاری میکنید، حالا با فعالیت‌ها، با عنوان‌هایی که به عنوان بازرگان دیده میشین، به عنوان تاجر دیده میشین، به عنوان فروشنده دیده میشین، به عنوان هر مدلی که دیده میشین، یه فعالیتی دارین انجام میدین. این فعالیت‌ها یه ذهنیت ایجاد میکنه. برای اینکه ذهنیت رو بتونین به صورت کامل به دست بیارید، باید یک اسم انتخاب کنین. یعنی مثلا برفرض کانال تلگرامیتون با این دیده بشه، شبکه‌های اجتماعیتون با این دیده بشه، و یک دونه سایت هم ما برای شما بزنیم با این نام، که در طی زمان این نام در ذهن‌ها ماندگار بشه. حتی شما برندهای دیگه میفروشید، اما فروشنده با این نام شناخته میشه. حالا چه جوری باید اسم برند خوب انتخاب کنیم، چه اسم برندی مناسب کار ما هستش، اینها رو من در مورد برند و نحوه انتخاب نام دامنه به صورت مفصل باهاتون صحبت میکنم. ذهنیت رو داشته باشین. وقتی واحد فنی ما با شما تماس میگیره و از شما سوال میکنه که اسم برندتون چی میخواد باشه، به دنبال این نیست که اسم کارخونه‌ای که می‌خواید باهاش کار کنین یا محصولی که می‌خواید کار کنین چی هست. یک اسمی هست که خودتون باید انتخاب کنین و کاملا شاخصه. و نکته خیلی مهمش هم اینه که لازم نیست اینو ثبت کنین. مثلا به من تماس می‌گیرن میگن که ما شرکت ثبت نکردیم، ما علامت تجاریمون جای ثبت نکردیم، پس چجوری اسم برند انتخاب کنیم؟ یا بعد از اینکه این اسمو انتخاب کردیم باید بریم هزینه‌ها رو بدیم ثبت کنیم، الان من نمی‌خوام ثبت کنم، یا از اینجور حرفا. نه، اینها مثلا ملاکی نیستش. تنها چیزی که ملاک کار شما هست اینه که شما اسم برندتون رو انتخاب کنید، یک اسم که شاخصه داشته باشه، که در فیلم‌های بعدی در مورد نحوه انتخاب اسم برند به صورت کامل بهتون توضیح میدم. اما نه نیاز به ثبت شرکت داره، نه نیاز به ثبت علامت تجاری داره، نه نیاز به معرفی از جایی، گرفتن مجوز از جایی. نه، فقط باید این اسم آزاد باشه که در مکان‌های مختلفی قرار تبلیغ انجام بشه، شما رو با اون شاخصه بولد کنیم و نمایش بدیم، بزرگ نمایی کنیم تا بهتر دیده بشید. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.